در روی خط کرونا خواهید دید. از شیوه صحیح استفاده از مواد ضد عفونی کننده تا تداوم همت همگانی برای عبور از عوارض روزهای کرونایی. خانم ها آقایان سلام، عصر شما بخیر و سلامتی. من نرگس صادف پناهی با روی خط کرونا همراه شما هستم. این روزها بیشتر مردم برای در امان ماندن از ابتلا به ویروس کرونا از مواد ضد عفونی کننده استفاده میکنن، اما اگه حواسمون نباشه و از این مواد بی رویه استفاده بشه، عوارض جبران ناپذیری داره که ممکنه تا آخر عمر همراهمون باشه. البته این روزها عوارض ناشی از استفاده نادرست از ضد عفونی کننده ها به مشکلات تنفسی ختم نمیشه و افزایش بیماری های پوستی از دیگر عوارض استفاده نادرست از این مواد. بعضی افراد هستند که مستعد اگزما هستند و با این شستشوهای مکرر دست خشک میشه، قرمز میشه، التهاب پیدا میکنه و به تدریج اگه که درمان نشه زخم میشه و خود این مشکل رو چند برابر میکنه. به گفته متخصصان برخی از این علائم پوستی میتونه گواه بر ابتلا افراد به بیماری کرونا هم باشه. بیماران کرونا با علائم پوستی مراجعه کردن و هیچ علامت دیگه‌ای در ابتدا نداشتن و بعداً علائم دیگه ظهور پیدا کرده، زایات اریتماتو، قرمز رنگ همراه با خارش و میتونه که زایات کهیر مانند به اونها اضافه بشه.